آمین و آمین که امروز به خصوص در این آیین مقدس عشای ربانی بیشتر از همیشه در او، فقط در او واجد شرایط باشم که بتونم از قول او سخن بگم با کلیسای محبوبش، با کلیسای عزیزش. آمین. در روایت زیبای آفرینش در کتاب پیدایش در باب 1 اینطور نوشته که روح خدا وارد عالم هستی شد و همه روی همه اون توده های تاریک و بخارگونه، روی تمام اون فضاهای بیشکل و توهی شروع به حرکت کرد. قبل از اینکه جهان رو خداوند باید برای انسان محبوب و عزیزش آماده کنه، باید روشنایی اعلام میکرد. روز اول گفت روشنایی بشود، پس روشنایی شد. روز دوم از میان آن همه توده های تاریک و بخارگونه آسمان رو جدا کرد، آسمان رو در بالا و آبها رو بر زمین گذاشت. و روز سوم خشکی رو از زیر اون همه آبها بیرون کشید و خشکی رو زمین نام نهاد. در پیدایش باب 1 آیه 9 و چنین شد و خدا خشکی را زمین نامید و اجتماع آبها را دریا نامید و خدا دید که نیکوست. عزیزان، فقط خدا بود که میدونست زیر اون آبها چه گنجینه عظیمی نهفته است و لازم بود که زمین رو از دل اون همه آبهای متلاطم بیرون بکشه تا بتونه آدم رو از اون خلق کنه. آمین. زمین کجا بود؟ زیر آبهای عمیق. انگار زمین دفن شده بود و یه جوری خداوند زمین رو قیام داد، رستاخیز اعلام کرد تا نه تنها آدم رو از زمین بیافرینه، بلکه از دل اون زمین میوه بیرون بیاره. گاهی خدا اجازه میده عزیزان در دل تاریکی ها، در اون آبهای عمیق خدا اجازه میده که فرو بریم. گاهی خدا اجازه میده که از مراحل سخت عبور کنیم، چون دانه ها رو، اون بذرها رو، اون بذرهای نیکو رو که هویت خود خداست در ما میبینه. آمین. آیه 11 و خدا گفت زمین نباتات برویاند. بذار از دل زمینی که زیر آب دفن بود میوه بیرون بیاد، نه هر میوه‌ای، بلکه میوه‌هایی موافق جنس خودش، موافق اصل خودش. و خدا دید که نیکوست. چند لحظه سرهای خودمون رو خم می‌کنیم عزیزان. دعا می‌کنم که در نام قدوس عیسی امروز با قوم خودت سخن بگی، همطور که در صبح آفرینش نور از طریق کلام تو وارد شد تا تاریکی رو از نور جدا کنه، امروز هم نور تو بر تمامی اون ادراک ما از طریق کلام تو بتابه تا هر فکر و افکار افسانی از فکرهای روحانی جدا شه، هر اونچه که تاریکیه از نور جدا شه، هر اونچه که شبه از روز جدا شه، تا زمین دلهای ما به خصوص در این همسفره شدن با آیین مقدس عشا، با خون و بدن مقدس تو، در این همسفره شدن با پدر، پسر، روح القدس، زمین دلهای ما میوه بیاره، اون میوه هایی که تو رو فقط جلال بده، اون میوه هایی که تو رو متجلی کنه در این دنیایی که رو به زوال و تاریکیه. در نام عیسی مسیح، آمین.
عزیزان بنیادی ترین پرسش زندگی اینه که من کیستم؟ من کی هستم؟ و برای رسیدن به این مهم باید بدونیم من چه کسی نیستم. من شکل ظاهریم نیستم. من اسمم نیستم. من تاریخ و مکان تولدم نیستم. من شغلم نیستم. من خدمتم نیستم. من دستاوردام نیستم. من زن مردم نیستم. من پدر یا مادر فرزندم نیستم. من مدارک تحصیلی و جایگاه اجتماعیم نیستم. من حتی در وهله اول مسیحی نیستم. من بدن فیزیکی سالمم نیستم. من صدایی در سرم نیستم. من اون قصه های بی پایان و اون حوادث ناگوار و جور و جوری که دائما در زندگی من میاد و من دارم باش دست و پنجه نرم میکنم، من اون نیستم. حقیقت کیستی من عزیزان فقط و فقط ذات خداست. آمین. ما خیلی میشنویم هویت خودتو در مسیح پیدا کن. اصلا هویت چیه؟ یعنی چی؟ معنی لغوی هویت یعنی چی؟ یعنی ماهیت، یعنی ریشه، یعنی یک اصالت یکسان، یعنی کیفیتی مساوی با آن چیزی که حقیقتاً هستی. در پیدایش باب 1:27 پس خدا آدم رو به شباهت خود آفرید. عزیزان خدا انسان رو به شکل خدا آفرید، به شباهت یکسان، با تشابه یکسان. ما بازتاب خدا هستیم، بازتاب فکرای او، بازتاب احساس او، بازتاب عمل کردهای او روی زمین. داستان آدم و حوا رو همه خوب میدونیم نیست؟ فقط ما بودیم که به صورت خدا آفریده شدیم. هیچ حیوانی، هیچ طبیعتی تجسم خدا نبود و نیست به جز ما. فقط یک لحظه فکرشو بکن، فقط یک لحظه در این تعمق کن که من و تو شبیه خدا آفریده شدیم. چه حسی به تو میده؟ هر موقع که من در این فکر کردم واقعا یک نوع حس ارزشمندی وجود منو در بر گرفته. متاسفانه خیلی کم بهش فکر میکنیم و او از دم هستی بخشش در من و تو در آدم و حوا دمید و گفت چقدر نیکوست. همانا بسیار نیکوست. این کلماتی که خدا میگه عزیزان یه آوای تو خالی فقط نیست و که کلام خدا عامل خلقه، عامل حیاته، عامل احیاست، عامل ترمیمه. آمین. اگه فقط امروز، فقط امروز صدای خدا رو از لابلای این همه کلمات بسیار محدود انسانی بشنوید، صدای خدا رو، نه صدای انسانو، امروز یک تحول عظیم، یک تجدید افکار بسیار عظیم در تو به وجود میاد و قبل از هر چیز درک درست یا کیستی خودت پیدا میکنی تا در هر چالش هایی که قرار میگیری، که قرار خواهیم گرفت، چالش های روحی، روانی، در روابطمون، ذات اصلی از ما بیرون بیاد، نیست؟ نه اون من کاذب، نه اون الگوهای ذهنی شرطی شده. پس خدا از روح خودش دمید، به آدم و حوا هدف داد که اونو حکومت کنن، مراقبت کنن از جهانی که بسیار نیکو و عالی بود، به استثناء درخت آگاهی نیکو بد که اگر بخوری میمیری. پس دشمن بنی بشر وارد شد، شروع کرد به پچ پچ کردن. نخواهی مرد، نخواهی مرد، بلکه مثل خدا خواهی شد. عزیزان مگه اونا مثل خدا نبودن؟ مگه اونا به شباهت خدا خلق نشده بودن؟ میخوام بگم اصولا کار کثیف شیطان بدبینی ایجاد کردن و شک ایجاد کردنه در انسانها برای اینکه جدا کنه.
و آدم و حوا داوطلبانه انتخاب کردند که مجذوب مار اغواگر بشن. و اینطور شد که غم‌انگیزترین تحول تاریخ بشر پدید اومد. اونها بهتر بود به چیزهایی فکر میکردن که داشتن. اونها بهتر بود به کارهایی فکر میکردن که میتونستن انجام بدن. ولی اونها فقط معطوف به چیزی شدن که نداشتن. درسته؟ اونا قبل از گناه چی بودن؟ عریان بودن، ولی شرم نداشتن. اما لحظه‌ای که به خاطر نافرمانی حضور خدا از اونا برداشته شد، شرمندگی و ترس در اونا رخنه کرد. زمانی که به هویت خودشون شک کردن، نه، هنوز ما به صورت خدا آفریده نشدیم، باید کارایی بکنیم تا شبیه خدا بشیم. اینطور شد که از هویتشون و اعتبارشون افتادن و اولین احساس ترس و شرم در اونا به وجود اومد. اما زیباترین عزیزان بخش کلام خدا در پیدایش باب 3 آیه 9 که میگه خدا به سراغ اونها رفت. ای آدم تو کجایی؟ تو کجایی؟ رفت نه فقط اونا رو پیدا کرد، بلکه شرمندگی اونا رو که مستلزم کشتن یه حیوانی بود به نیابت انسانی که گناه کرده اونا رو پوشوند. چقدر زیباست عزیزان که وقتی که ما همه چیزو خراب میکنیم و احساس شرم و ترس رو به ما میاد، خدا میاد سراغ ما. تا حالا تجربه کردی؟ میاد خرابکاری های ما رو میپوشونه، شرمندگی های ما رو میپوشونه. انگار میگه من با این پوشش خاص در اون زمان که این کار کرد دارم میگم که این سمبول مرگ مسیحه که روزی هویت تو که از دست رفته دوباره در عیسی مسیح به تو بر میگردونم. این سمبول چیزیه که روزی دوباره، چون من میخوام، من اشتیاق دارم تو رو آفریدم برای خودم، دوباره وارد یه مشارکت عمیق با تو بشم. روزی خواهد رسید که دوباره در خنکی باغ عدن در حضور من به واسطه روح القدس با هم راه خواهیم رفت. باور میکنین عزیزان تا حالا این حس بهتون دست داده؟ یا فکر کردیم فقط نجات داریم بریم و بیایم تا روزی تو جهنم نریم؟ ولی ما نجات پیدا کردیم که باغ عدن رو که حضور اوست در روی همین زمین تجربه کنیم. من فکر میکنم با این همه مقدمه چینی باز هم عزیزان ما به یک داستان احتیاج داریم برای درک کیستی حقیقی خودمون. ما به یک داستان نیاز داریم و هیچ داستانی در کتاب مقدس مثل داستان لیه و راحیل در پیدایش باب 29 عالی و تاثیرگذار نبود و نیست. در باب 29 یعقوب وارد صحنه میشه و راحیل رو میبینه و یک دل نه صد دل عاشق اون میشه و نشانه عشقش عزیزان دو تا آیه است که یکی از شگفت‌انگیزترین و رمانتیک‌ترین و شاعرانه‌ترین آیه های کلام خداست که هر زنی دلش میخواد اینو بشنوه. در باب 29 آیه 11 وقتی که یعقوب راحیل رو میبینه، نمیدونم چه حالی بوده که میگه یهوی او رو میبوسه. البته به جوانان عزیزمون این الگو رو بر ندارین لطفا. و به آواز بلند گریست. تا حالا شده از ذوق یه چیزی، یه گنجی رو گم کردی یا اوی پیداش میکنی یا دنبالش بودی؟ یعقوب این حال بود. پس در آیه 20 میگه پس یعقوب برای راحیل 7 سال خدمت کرد و به سبب محبتی که به وی داشت چند روز گذشت. عزیزان خیلی عمق داره این محبت، مهنت محبت مثل چند روزه، مثل چند لحظه است وقتی توش انگیزش محرکش عشق باشه. ولی طفلک یعقوب گول خورد
با اینکه انقدر بها داد که راهیل رو به دست بیاره. شب عروسی پدر راهیل لابان دختر بزرگه رو توی چادر یعقوب فرستاد. اون زمان که حتما چراغونی نبوده که دیده بشه، حتما یه روبنده هم بیچاره انداخته بابای لابان، چون دختر بزرگ اول باید میرفت. چون صبح شد یعقوب فهمید که چه کلاه بزرگی سرش رفته و بسیار عصبانی شد. آیه 25 میگه صبحگاهان دید که اینک لیه است، نه راهیل من. پس به لابان گفت این چیست که بر من کردی؟ مگر من برای راهیل تو رو خدمت نکردم؟ چرا مرا فریب دادی؟ یعنی عزیزان انقدر احساس شوک کرد با دیدن لیه که با تنفر فریاد زد این چه کاری است که با من کردی؟ انگار یه عجوزه رو دیده، نیست؟ من فکر میکنم در دنیا هیچ زنی به اندازه لیه احساس طرد شدگی نداشته. در اون لحظات جراحاتی عمیق در روح و روان لیه قرار میگیره. یکی چنان محبوب مثل راهیل که دیوانه وار او رو دوست داشت، و یکی چنان مکروه مثل لیه که حتی نمیخواست نگاش کنه. در پیدایش باب 31 آیه 25 تا 29 دوباره خدا رو میبینیم، خدایی که بر مشقت و غم مینگره وارد صحنه میشه. و چون خداوند دید که لیه مکروه است، رحم او را گشود، ولی راهیل زیبا نازا ماند و لیه حامله شد، پسری بزاد، او را روبن یا روبین نام نهاد، زیرا گفت خداوند مصیبت مرا دیده است، الان شوهرم مرا دوست خواهد داشت. روبن یعنی خدا، یهوه رویی، خدایی که عمیق‌ترین نیاز انسان رو می‌بینه. و بار دیگه حامله شد، پسری زایید، و گفت چون که خداوند شنید و فهمید که من مکروه هستم، این را نیز به من بخشید، پس پسر دوم را شمعون نام نهاد. یعنی خداوند مرا شنید، پس آبستن شد برای بار سوم، پسری زایید، و گفت اکنون این مرتبه بعد 3 پسر کاکلزری شوهرم به من خواهد پیوست، زیرا که برایش 3 پسر زاییدم. از این سبب او را لاوی نام می نهم. یعنی لاوی یعنی پیوستن، کسی که به خدا می پیونده. و برای بار چهارم حامله شد، پسری زایید، و گفت این مرتبه خدا را هم میگویم، پس او را یهودا نام نهاد. آنگاه از زاییدن باز ایستاد، خدا را شکر. با اسم پسر اول شاید منو ببینه. روبن براش آوردم. پسر دوم شمعون، شاید یعقوب من رو بشنوه. پسر سوم لاوی، شاید کمی به من نزدیک شه. اما همه بگین اما عزیزان، این قوی ترین واژه اتصال در کلام خدا. اما بالاخره از تلاش و دست و پا زدن باز ایستاد و به مرحله تسلیم وضعیت خودش رسید. پس خدا رو در هر وضعیتی می ستایم. برای همین اسمش رو یهودا گذاشت، یعنی ستایش، پرستش. انگار در اون لحظه به یک آرامی رسید، تمام اون مقاومت‌های درونیش مثل یک کوهی فرو ریخت. آیا به آرزوش رسید؟ داستان لیه عزیزان از همون اول در مورد شناخت هویت اشتباه خودش بود. او فکر میکرد که با بچه آوردن محبت شوهرش رو میخره،
اما نفهمیده بود که عشق به دست آوردنی نیست. عشق، محبت حقیقی، از نوعی پذیرشه. شلوساوس. او فهمید که با مقاومت هیچ چیزی عوض نمیشه. با داشتن 3 تا پسر مورد محبت قرار نمیگیره. پس با یهودا فریاد تسلیمش رو در آسمان خدا اعلام کرد. خدایا تو را ستایش میکنم. تجربه کردین عزیزان؟ پرستش حقیقی، پرستشی که در روح و راستیه، فقط و فقط در حالت تسلیم در جانهای ما به وجود میاد. فقط در حالت تسلیمه که ما میتونیم پرستش زبانی فقط در روح راستی نه، بلکه به طور شخصی تجربه کنیم. یهوه خدا برای من کافیه. یهوه خدا کنار تمام نیازهای من ایستاده. یهوه خداست که تمام خلأهای من رو پر میکنه. در اوست زندگیم، در اوست حیات من، در اوست کیستی من. ولی بالاخره بعد از اون همه رنج خودش رو در مسیح پیدا کرد، خودش رو در خدا پیدا کرد. و این پسر چهارم لیه بود که انتخاب شد از خانواده سلطنتی به وجود بیاد. از نسل او یهودا مسیح موعود به وجود اومد. شیری از قبیله یهودا، شیری از سبط یهودا. یعقوب رو خار کرد، یعقوب رو ندید، یعقوب رو نشنید، یعقوب به او نپیوست، اما خدا او رو دید، خدا او رو شنید، خدا او رو برگزید، خدا به او پیوست. اصلا چقدر باید رنج بکشیم تا به رهایی آگاهی برسیم؟ چقدر؟ چقدر باید رنج بکشیم تا دست از سر این اشکال ناپایدار و دیدنی برداریم که هم خودشون و هم محبتشون مثل گل و گیاه ناپایداره، مثل شبنم صبحگاهیه که یه لحظه دیده میشه، حسش میکنی و لحظه بعد ناپدید میشه. این انسانه عزیزان، این محبت انسانه. و چقدر باید دور خودمون بچرخیم تا بفهمیم هویت من، کیستی من، ربطی به محبت شوهرم، پسر آوردنم، نمیدونم جایگاهم، زیباییم، هیکلم، خانوادم، شغلم، تایید این و اون نداره. چقدر باید رنج بکشیم؟ چقدر باید در اون پیله ناگاهی، ناآگاهی، در جبر، در تنش باشیم تا بالاخره اون پیله شکافته بشه، تا هویت اصلی ما، اون کیستی ما شکفته بشه. آمین. که خودمون رو بالاخره ورای تمام این توهمات و پندارهای اشتباه ببینیم و در کیستی خودمون آروم و قرار بگیریم. تمام رنجهای بشر برای خودم بگم، از همین خواستن و هویت شدگی با اجسام صورت میگیره. من باید داشته باشم وگه نه هیچم. تو نور عالم هستی ولی تا به این جهان نتابی، تا پوسته اشتباه خودت بیرون نیای، به گدایی میمانی عزیزان که گنجی داره ولی مخفی مونده. تو نور عالمی، تو نور عالمی، ولی تا پرده های این همهویت شدگی که دور این نور رو پیچونده، پوشونده، این کفن دریده نشه، نور تو به ظهور نخواهد رسید. اما راحیل زیبا چی از آن؟ راحیل چی؟ راحیل خانم، او زیبا بود، او محبتی بی همتا نصیبش می شد. خیلی موقع ما فکر میکنیم اگه محبت ببینیم، اگه این بشه، اگه اون بشه، خوشبخت میشیم. ولی راحیل براش کافی نبود. اون چی که خواهرش میخواست داشت، میخواست دائما چشمش به برکت خواهرش بود. 4 تا پسر آورده و بارسرین عزیزان
محک عدم شناخت هویت اینه که تو دائم چشمت به نعمت و برکت دیگری با حسرت. و راحیل هم میبینیم که دور شوهرش میچرخید، پروادش میزد، ولی آرامی نداشت. در باب 30 اینطور نوشته، یقه یعقوب رو میگیره، میگه به من پسران بده وگرنه میمیرم، وگرنه میمیرم. یعقوب میگه مگه من خدا هم که به تو پسر بدم؟ عزیزان اینا رو تجربه کردین؟ من خودم با پوست و گوشت و استخونم تجربه کردم. من از راحیل فوق‌العاده زرنگتر بودم. من یقه خدا رو میگرفتم برای اینکه با این چیزها رو به دست بیارم و هم هویت بشم، تا احساس مهم بودن بکنم، احساس بودن بکنم. دائم یقه خدا رو میگرفتم. من میمیرم اگه این رو به من ندی، من میمیرم اگه این دعای من مستجاب نکنی. رقابت و حسادت عزیزان همیشه چشم به برکت دیگری میدوزه. حتی بعد از اینکه راحیل نظر لطف خدا شامل حال او شد، یه پسر آورد، اسمش گذاشت یوسف، زیر لب با حسرت اسمش داره میگه ها، با اینکه هنوز پسر رو تو بغل نگرفته، کاشکی که خدا یه پسر دیگه به من بیفزاید. برای همین اسمش گذاشت یوسف. یوسف یعنی افزوده شده، یعنی خداوند بی افزاید. مناعت تب عزیزان و قانع بودن در انسانی که به کیستی خودش نرسیده، شناخت هویت خودش رو نشناخته، نرسیده، اصلا وجود نداره. نفس کاذب دائما احساس فرودستی میکنه، دائما در هر حالتی احساس تهدید میکنه. نفس کاذب، این من ذهنی شرطی شده، دائما در فضای مقایسه ها نفس میکشه. تو وقتی هستی که داری، تو وقتی هستی که برتری، تو وقتی هستی که تو مرکزی و دیده میشی. و این دو نفر به جای زندگی در تسلیم و رضا، دائما به فکر برکت همدیگه بودن. چون اونا هم مثل من و تو عزیزان، مثل تک تک من و تو، من از همه تون بیشتر، در حیطه چیزهای ناپایدار در جستجوی هویت خودشون بودن. لیه زیبا نبود، اما، همه بگی اما. راحیل زیبا بود، اما. راحیل زیبا بود، اما. عزیزان در این اماها که میگم قدرتمندترین واژه اتصاله، در این اماها رازهای بسیاری نهفته است. راز خوب و بد، راز شادی و غم، راز بارانهای تندبادهای اذیت کننده و رنگین کمانها، این رازها در این اماها دیده میشه که تماماً به موازات هم در زندگی‌های ما حرکت می‌کنه. و ما نمی‌تونیم بفهمیم که هر وضعیتی یا تغییر می‌کنه یا ناپدید میشه. هر آرزویی که خدا به تو بده، صبح تا شب یقه خدا رو بگیری، یا تغییر می‌کنه یا ناپدید میشه یا دیگه تو رو راضی نمی‌کنه. برای همین عیسی مسیح خداوند میگه در متی باب 6 آیه 19، بر زمین گنج میندوزید، جایی که بید و زنگ زیان میرساند و دزدان آسیب میزنند و سرقت میکنند، بلکه گنج خود را در آسمان بیندوزید. آنجا که بید و زنگ زیان نمیرساند و دزدان آن را سرقت نمیکند، زیرا هر جا گنج توست، دل تو نیز آنجاست. تنها و تنها از آن هویت راستین ماست که مثل یه گنجی فنا ناپذیر و تغییر ناپذیره که هرگز و هرگز ما رو ناامید نمی کنه. خدا خودش رو در بوته آتش به موسی معرفی کرد در باب 3 آیه 14.
وقتی که یه مأموریت بزرگ خداوند به موسی داد که برو قوم از اسارت بیرون بیاد، موسی پانیک گرفت. اگه نزد بنی اسرائیل برم چی بگم؟ چی بگم؟ به دیشان چی بگم؟ چون موقع خدایان زیادی بودم، بگم کدوم خدا منو فرستاده؟ اگه گفتن اسمش چیه چی پاسخ بدم؟ چی بگم؟ بگم نام این خدا که منو فرستاده چیه؟ خدا به موسی گفت هستم آن که هستم، و آنان بگو هستم مرا نزد شما فرستاده. یکی هست که اینجا بفهمه که روح خدا داره چی میگه؟ زمانی که کشف میکنی هستی تو از من هستم نشأت میگیره، از دنیای تو عوض میشه. موسی 40 سال در بیابان در مسیر وحشتناک با یک رسالت غیر قابل تحمل برای هر انسان، با لکنت زبان پر از ترس، مأموریتی رو داره به انجام میرسونه، ولی خدا با معرفی خودش در واقع داره موسی رو به خودش معرفی میکنه، و موسی خودش رو در خدا واجد شرایط این مأموریت میدونه، نه در توانایی خودش. خدایی که میخواد ما تک تک ما از طریق شناخت هویت خودمون خودشو متجلی کنه، خودشو نشون بده به دنیا. تمامی داستان خلقت عزیزان فقط و فقط در این خلاصه میشه. وقتی داوود خودشو در خدا پیدا کرد، حتی لباسهای رزم شاول رو از تنش درآورد، بهش عادت ندارم، من با هویت کسی دیگه ای نمیتونم نفس بکشم، برازنده من نیست. داوود با پیدا کردن خودش در اون من هستم کبیر، در اون من هستم عظیم، حتی هیولای سرزمین خودشو با یک سنگ کوچیک به زیر انداخت. امروز اگه در مسیر هویت خودت حرکت کنی و شروع کنی به حرکت به عنوان پسر و دختر خدا، فرزند محبوب خدا، عزیزان هیولاهای زندگی تو، اون ترسا، اون آسیبها، اون حسادتها، اون رقابتها، اون تلخیها، اون همهویت شدگی با چیزها رو با یک سنگ کوچیک ایمانت میتونی به زیر بکشی، چون من و تو موازنه شدیم، مثل ویالون کوک شدیم عزیزان، که در اون من هستم عظیم و عجیب خودمون رو پیدا کنیم و فقط صدای او از ما شنیده بشه، و در مسیحی که دوباره به اون اصل و ریشه خودمون میرسیم، وصل میشیم. و در این مسیر شناخت خودت عزیزان خیلی چیزا میبینی، یه موقع ها آشغال میبینی در خودت، ولی چون داری در مسیر درستی حرکت میکنی، هر آنچه که آشغال میبینی متوجه میشه خدا به عنوان یک گنج نگاه میکنه. آمین. در حال حاضر چی میبینی؟ مثل صبح پیدایش توده های تاریک از آشفتگی میبینی؟ خدا شاهکار میبینه. در زندگی تو چی میبینی؟ عدم حیات؟ بی تفاوتی؟ سردی؟ هیچ چی تو زندگیت نیست؟ خدا حیات میبینه، زندگی میبینه. تو زندگی چی میبینی؟ تاریکی شب؟ داری ناامید میشی؟ خدا نور و روشنایی میبینه. آمین. شما نور عالم هستی، و نور رو باید از زیر این پیاله هویت‌های اشتباه بیرون بیاریم تا بدرخشه عزیزان، چون من و تو ماهیتاً نور عالم هستیم. اینکه تا اینجا گفتم عزیزان فقط ذره اندکی از داستان کیستی من و تو بود. در این زیغ وقت نمیتونیم ادامه بدیم، فقط امروز بیایم در نام عیسی مسیح اجازه بدیم قلبمونو باز کنیم، در این هم پیاله شدن با خون و بدن خداوند قدری بیشتر خودمونو در او پیدا کنیم. آمین. امروز صبح که دعا میکنم هدایت قلبی خیلی زیادی داشتم که امروز هیچ کس برای هیچ کس دعا نکنه. امروز میخوام هیچ کدوممون روی هیچ انسانی حساب نکنیم،
روی دعای هیچ کسی حساب نکنیم. امروز عزیزان بیایم حتی از خدا هیچ چیزی نخواهیم. امروز بیایم به سمت خدا تا به خدا بدیم. آمین. چی بدیم؟ تمامی گناهان خودمونو عزیزان. اون هم عاشق هم معشوق. ولی مثل عاشق و معشوقای انسانی که باید طلا بدی، جواهر بدی، فقط ستایشش کنی. نه. خدا امروز میخواد تو تمام اون چیزایی که در مرکز وجودت نمیذاره نور بیرون بیاد به او بدی. فکرای پر آشوب خودتو به او بدی. اون الگوهای اشتباه ذهن شرطی شده خودتو که سالها از محیط زیست، از خودت، از خانواده، از هرچی، اونا هم همه مثل ما بودن. هیچ کس مقصر نیست عزیزان. ما نباید دنبال مقصر بگردیم. دنبال مقصر گشتن یکی از علائم عدم شناخت هویته. امروز بیا الگوهای اشتباه خودتو به خدا بده. تمام هم هویت شدگی های خودتو با چیزها، اجسام، فکرهایی که توش باش یک میشی، رنجیدگی، تلخی، عدم بخشش، تمام اینها که جلوی نور رو میگیره، امروز بیا به خدا بده. وابستگی هاتو، انتظاراتو، قضاوت هاتو، حسرت هاتو، ناامیدی هاتو، انتظاراتی که محروم شدی ازش، گناه های عزیزتر از جانتو، بیماری هاتو، ضعفاتو، اسحاقتو، امروز بیا به خدا بده. اون معشوقی نیست که فقط چیزای خوب از تو بخواد. اتفاقا منتظر این چیزها رو به او بدی تا به وسیله خون و بدن مقدس مسیح تو را نیکوی خودش، از آرامی خودش، از پوری خودش، از حیات خودش، از نور خودش، از فکر و ادراک صحیح خودش پر کنه. تا چی بشه؟ تا زمین دل تو امروز قیام کنه. آمین. تا اون بذر نیکوی خدا که هویت خداست، دانه خدای حی، بذر خدای حی تا درون تو قیام کنه. آمین. تا اون پیاله ها شکسته بشه، تا اون پرده ها دریده بشه و نور عالم از کیسه پر جلال تو دیده بشه. آمین. امروز هممون، خود منم احتیاج دارم که بیام خیلی چیزها رو به خدا من بدم. فقط در آخر خادمینی هستن، فقط کسایی لطفاً تقاضای دعا کنن که میخوان قلبشون رو به عیسی مسیح بدن. آمین. چشمای خودمونو میبندیم. از پاستور عزیز تقاضا میکنم بیاد جلو برای خون و بدن خداوند دعا کنه، آماده کنه کلیسا رو. همینطور که ما این عشق را آماده میکنیم، خواهش میکنم همه در دعا باشین. ممنون هستیم
عیسی مسیح که با ما صحبت کردیم و کلامت رو شنیدیم، پر از حیات، نور و همینطورم دعوتی بود که ما رو دعوت میکنی وارد این هویت خودمون جا برگردیم، اینطوری که پدر جان تو ما رو خلق کردی، زیبا، با ارزش. باور میکنیم خداوند تمام کارهایی که تو انجام میدی خداوند، تمام چیزهایی که تو خلق میکنی زیباست و خودت هم گفتی زمانی که این دنیا رو خلق کردی و خداوند دید همه چی عالی بود. و خداوند ما شاهکار تو هستیم، تو ما رو شبیه خودت خلق کردی و ممنون هستیم که امروز هم خداوند میخوای ما رو برگردونی از این تمام فکرها و رفتارهای هرچی چیزهایی هستن که ما رو ناامید میکنن و ما رو وارد یه هویت دیگه میکنن که ما نیستیم. خداوند این کلام عمیق تو، خداوند تو خودت برای تک تک ما باز کن که واقعا خداوند ما به یه جایی برسیم که بگی که من هستم آن که هستم. خداوند امروزم این اشعار رو تو برای ما آماده کردی که در این اشعار تو حضور داری، بدن تو خداوند که شکست خورده، خون تو که ریخته شده و این شکافی که در باغ عدن به وجود آمد، خداوند الان میخواهید ما رو دوباره برگردون به اون هویت اصلی خودمون، همینطور هم در یک شدن با تو. و خداوند خیلی چیزهایی هست که نمیفهمیم هنوز، فقط احتیاج به مکاشفه تو داریم که روح القدس تو بیا اینو خداوند زمانی که این اشعار رو ور میداریم، زمانی که از این بدن تو میخوریم و خون تو مینوشیم، واقعا چشمای قلب ما باز بشه که ارزش خودمون رو ببینیم در تو. و مرسی خداوند این کار زیبای تو رو روی صلیب تکمیل کردی خداوند، که ما دوباره برگردیم از اون جایی که ما به وجود آمدیم. خداوند ای قوت ما، قبل از هر چیز با تمام قلب و جان و وجود تو رو محبت میکنیم. از تو خودم شخصا تشکر میکنم به خاطر زمانهایی که تحمل کردی، به خاطر زمانهایی که حتی دعاهایی که کردم فقط برای این که خودم رو در چیزها پیدا کنم خداوند، در چیزهای ناپایدار، در چیزهایی که کاذب بود و هیچ چیز موندنی نبود، به جای اینکه خودم رو در تو پیدا کنم، تو رو شکر میکنم برای صبر تو، برای تحمل تو، برای وفاداری تو، برای امین بودن تو که با این همه کج و موج فکری باز هم ما رو محبت کردی، باز هم ما رو رها نکردی، من رو رها نکردی. امروز خداوند با تمام قلبم تو رو محبت میکنم، با تمام قلبم تو رو پرستش میکنم، به خاطر اون فکرای عالی که در اون خلقت
خداوند تک تک ما انجام دادی که دفترها رو نمیشه تدبیر کرد، نمیشه پر کرد خداوند، نمیشه تقویم کرد، تمام اون چیزهایی که در فکر توه نمیشه در کلمات محدود انسانی به زبون آورد. واقعا با تمام قلب و جانم شکرت میکنم و میخوام به تو بدم خداوند امروز در این میز مقدس آن چیزی که با نیکوی تو منافات داره، آن فکرهایی که خداوند از مهر و محبت اصیل تو منافات داره، اون خداوند اون ذهنی که قضاوت میکنه، اون ذهنی که داوری میکنه، اون قلبی که محبت شرطیه خداوند، اون پلیدی ها، تمام اون چیزهایی که در مرکز ذات من وجود داره که از تو نیست، که من رو از تو جدا میکنه، که تمام این هاست که خداوند باعث میشه من درد رو تجربه کنم، رنج رو تجربه کنم، چون تو فقط در تو خداوند پر از بی نیازی و کفایت هستم، از همه اون چیزهایی که خداوند هست در من شاید نمی بینم، فقط به تو میدم خداوند، به تو میدم ای خدای صبور و وفادار، تو بیشتر از تو ذات تو رو داشته باشم و اصل خودم، ریشه خودم بیشتر و بیشتر وشم تا کلیسای تو رو اونجور که شایسته است بتونم خدمت کنم. در نام عیسی مسیح خداوند، آمین.